سرخط مهمترین خبرها. جان باختن دست کم 28 نفر بر اثر وقوع دو زلزله مرگبار در ولایت بادغیس. در نتیجه این زلزله 1000 خانه نیز تخریب شده است. حدود 700 الی 1000 خانه تخریب شده و 28 نفر شهید و زخمی شدند. نخستین کمپاین سراسری واکسین پولیو در سال 2022 میلادی قرار است در فرجام این کمپاین نزدیک به 10 میلیون کودک زیر 5 سال واکسینه شوند. در این کمپاین قرار است 9.5 میلیون طفل‌های زیر 5 سال در 31 ولایت واکسین شوند. و پافشاری آلمان بر حل تنش‌های اوکراین از طریق مذاکره و دیپلماسی. مسکو اما میگوید مذاکرات نباید یک بار مصرف باشد. ما سیاست خود را بر اساس چه اتفاق میفتد نمی سازیم. ما قاطعانه انتظار داریم که به پیشنویس توافقنامه روسیه که به ایالات متحده و ناتو تحویل داده شده است پاسخهای مشخصی را دریافت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و سه‌شنبه شب شما بخیر. به یک سرویس خبری دیگر از تمدن خوش آمدید. فاطمه رضایی هستم با مشروع خبرها. وقوع دو زلزله شدید در ولایت بادغیس و ولسوالی‌های مربوط به آن دست کم جان 28 نفر را گرفت و بیش از 1000 خانه را تخریب کرد. مسئولان حکومتی میگویند بیشترین تلفات و خسارات در ولسوالی قادس این ولایت به ثبت رسیده، اما به دلیل دوردست بودن این ولسوالی اطلاعات دقیقی از این رویداد در دست نیست. همزمان گزارش شده که نهادهای کمک رسان به این ولسوالی اعزام شدند و در هماهنگی کامل در حال تلاش برای مدیریت این حادثه هستند. جزئیات بیشتر این حادثه را در گزارش می‌بینیم. وقوع دو زمین لرزه در ولایت بادغیس و ولسوالی های آن، حادثه ای که دست کم جان 28 نفر را گرفت و بیش از 1000 خانه را نیز ویران کرد. بر اثر دو زلزله که پس از ظهر دیروز ولایت بادغیس و مناطق نزدیکی آن را تکان داد، بیشترین تلفات و خسارات در ولسوالی قادس ولایت بادغیس رخ داده. بنابر آمار ابتدایی حدود 700 الی 1000 خانه تخریب شده و 28 نفر شهید و زخمی شدند. البته چون حادثه در محل دوردست رخ داده، معلومات هنوز نهایی نیست، ممکن آمار تلفات بالا برود. سرمای زمستان و جیب خالی مردم اما عمق این حادثه را بیشتر ساخته. اینجا هم مسئولان وزارت مبارزه با حوادث میگوید آمادگی کامل برای مدیریت این بحران روی دست گرفته شده، به خصوص برای زلزله زدگان. ما ودیت پر آمادگی نیولید، ټول ولایتونو مو تمخل مواد لګیلید او هرڅه ټول په نظر کې نیولید که هر وخت یو مشکل مخته راځي لاغتو آمادگی نیولید چې موږ وخت سمو ورسو او هر مشکل را په خدای کول. کارشناسان امور اما به این باورند که به دلیل بروز مشکلات متعدد در کشور و در اختیار نداشتن امکانات کافی، حکومت قادر به مدیریت این حادثه نیست و باید نهادهای مردمی و جامعه جهانی در کنار حکومت آستین بالا بزند. جامعه جهانی که در حقیقت سازمان‌های مالی، سازمان‌های خیریه جهانی که حتماً چنین کار را انجام خواهد داد، باید حرکت انجام بدن. سه دست باید انجام شود. دولت باید کار را انجام بدن در قسمت او ذخایری که داره، امکاناتی که داره باید کار را انجام بدن. مردم دست به دست هم بدن و همکاری بکنن، به خصوص دکتر خصوصی. با این حال افغانستان با مشکلات زیادی از جمله فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند و بروز چنین حوادثی بر مشکلات مردم می افزاید. کشوری که در حال حاضر نیازمند کمک های بشردوستانه است. سازمان صحی جهان با نشر گزارشی گفته است که نظام صحی افغانستان نیاز به پشتیبانی جدی دارد و شیوع بیماری‌های مختلف از جمله کرونا این وضعیت را وخیم‌تر ساخته است. وزارت صحت عامه نیز با تایید این مشکلات می‌گوید سازمان صحی جهان باید به جای نگرانی گام‌های عملی را در حمایت از نظام صحی افغانستان بردارد. محمد اسلام بهنوش به این موضوع پرداخته است. گزارش بلند بالای سازمان صحی جهان در باره نظام صحی افغانستان. در این گزارش آمده افغانستان با بحران بشردوستانه بی‌سابقه مواجه است و نظام صحی شکننده این کشور به پشتیبانی جدی نیاز دارد. بر بنیاد این گزارش شیوع کووید 19، سرخکان، تب دنگی و ملاریا شکنندگی نظام صحی را در افغانستان افزایش داده است.
سازمان صحی جهان عوض از اینکه این رقم بیان بده باید بیای عمل کنه. سازمان صحی جهان مستقل است. از نگاه قانون بین المللی سازمان صحی جهان بدون اجازه امریکا و روس و فرانسه و اینا میتونه به کشور کمک های صحی بکنه. اما منتظر چی است؟ کی رای سازمان صحی جهان گرفته که کمک به افغانستان نکنه؟ فقط اعلامیه صادر نکنه، عمل کنه. بر اساس این گزارش، سازمان صحی جهان از ماه نوامبر سال 2021 تا کنون 45 میلیون دلار را برای پرداخت معاش 25 هزار کارمند صحی و تهیه تجهیزات طبی در 31 ولایت کشور کمک کرده است. تقریبا مدت 4 ماه که ما معاش نگرفتیم، ما با چالش‌های بسیار زیادی روبرو شدیم. تعداد زیاد از همکارای ما، از دکتر سپا، از متخصصین، از پرسنل نرسنگ و همچنین خدماتی و وظیفه خود اعلام کردن، به خاطری که و معاش نداشتن، نمیتونستن که حتی کرایه خود پیدا کنن، فامیل داشتن، از این خاطر با مشکلات زیاد روبرو شده بودن. در همین حال وزارت صحت عامه میگوید نگذاشته دروازه مراکز صحی که از سوی نهادهای خارجی تمویل میشود بسته شود. سخنگوی این وزارت گفت آنان توانسته حمایت سازمان‌های جهانی را در کوتاه مدت به دست بیاورد. به گفته او، عدم اثرگیری کمک‌های جهانی برای نظام صحی افغانستان مشکل آفرین خواهد شد. فعلا به گونه موقت ما توانستیم به اکثریت از بخش‌های خود تمویل کننده پیدا بکنیم، لیکن اگه اینا به صورت دوامدار کمک نکنن به سکتور صحت افغانستان، مطمئنن بعد از چند وقت مشکلات زیاد خواهد شد. با این حال سازمان صحی جهان و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگویند کارزار سراسری تطبیق واکسن پولیو را در افغانستان آغاز کردند. قرار است در این کارزار نزدیک به 10 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن پولیو دریافت کنند. روز دوشنبه هفته جنوری آغاز شد و برای مدت 4 روز ادامه پیدا خواهد کرد. در این کمپاین قرار است 9.5 میلیون طفل‌های زیر 5 سال در 31 ولایت واکسین شوند و 3 ولایت، ولایت غور، بامیان و دایکندی شامل از این کمپاین نخواهد بود به خاطر بارش برف و سردی هوا. با این حال این کمپاین نخستین کمپاین تطبیق واکسن سراسری پولیو در سال 2022 میلادی است. مسئولان شفاخانه حوضوی میرویس قندهار از جان باختن 75 کودک مبتلا به سوء تغذیه در این ولایت خبر می‌دهند. آنان می‌گویند این رقم مرگ و میر کودکان مبتلا به سوء تغذیه از آغاز سال تا کنون به ثبت رسیده و در این مدت نزدیک به 2000 کودک مبتلا به سوء تغذیه به این شفاخانه منتقل شدند. این در حالی است که اخیراً سازمان نجات کودکان نیز از افزایش آمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه خبر داده و در این مورد ابراز نگرانی کرده بود. قندهار ولایتی در جنوب کشور با بیشترین آمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه. اینجا شفاخانه میرویس قندهار. مسئولان این شفاخانه میگویند از آغاز سال خورشیدی تا کنون 75 کودک در اثر سوء تغذیه در این ولایت جان باختند و در این مدت نزدیک به 2000 کودک مبتلا به سوء تغذیه به این شفاخانه منتقل شدند. او دستش کنیلی درست پوری چی نمیشتی تیردی؟ در نومش تزموش پر راپور که نونه سوا اوچلیوش نروغان موش بسر کردیدی چه در نونه سوا اوچلیوش چخه پینزاو یا پاک رسید دیدی. در همین حال مسئول بخش کودکان شفاخانه میرویس قندهار می افزاید یکی از دلایل عمده مبتلا شدن کودکان به سوء تغذیه عدم آگاهی کامل والدین برای تغذیه سالم کودکانشان می باشد. پیغام دادی چه خبر کشنیان پاک وساتیم ترش پاج میاشت پوری جر جر شدی امرکی او تر اغا برسا کوشش رو که کم غیزا چه دیر خریدتی امرکی. این در حالی است که پیش از این سازمان نجات کودکان در گزارش تازه خود گفته بود که 700 هزار بیمار دیگر به آمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان افزوده شده است. بر اساس آمار این سازمان در یک سال پسین کودکان سوء تغذیه از 3 میلیون 200 هزار تن به 3 میلیون 900 هزار کودک افزایش یافته است. متضررین ناشی از سیلاب‌های اخیر در بخش‌هایی از ولایت هرات افزایش یافته. مسئولان در اداره مبارزه با حوادث طبیعی هرات می‌گویند در پی بارندگی‌ها و سیلاب‌های اخیر در این ولایت بیش از 200 خانواده متضرر شدند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی هرات نیز گفته این خانواده‌ها عمدتاً از بیجا شدگان داخلی هستند که در کمپ‌های مهاجرین زندگی می‌کنند.
خسارات ناشی از سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در غرب افغانستان، هرات. بارندگی‌هایی که در هرات دست کم به 216 خانه زیان وارد کرد. فامیل هایی که متضرر شده بود در خود هرات مجموع 216 فامیل ما ارزیابی کردیم که سمت غرب هرات، سمت پایینه و سمت دروازه خنده ها، سمت جبرائیل و سمت نوابات و فرقه و اون طرف ها و همچنین بعضی رسوالی ها که مقامات محترم امارت اسلامی تلفنی گزارشات خود برای ما دارد. آسیب دیدگان ناشی از سیلاب عمدتاً از بیجا شدگان داخلی هستند. روز گذشته یک کمپی از این خانواده ها که در حدود 75 فامیل در آن زندگی می کردند به گونه کامل تخریب شد. این خانواده ها می گویند سیلاب زیانهای زیادی به آنان وارد کرده و نیاز جدی به کمک دارند. اما از خانه های گلی هم بود، خوب باران هم چکه کردم، سیل که بیامد کلی همی فرج بود، کمپل بود، کلی اولادکای ما هم دشو به تکلیف شد. آلی هم فعلا خودتان هم دیدید، نظر همیتو دولت هم که شد آمدید، خودتان کدی چشم خود بدیدیدتان که غریبتری همی دوینا این ما هستیم. همود 60 خانه، 100 خانه بیشه دوری در هستیم. اینه هستم الان که سیل خطره داره که نره همه رو که باور برد. مسئولان اداره مبارزه با حوادث هرات اما از آمادگی‌های کامل برای مهار سیلاب در آینده خبر می‌دهند. می‌گویند بودجه لازم برای آسیب دیدگان در نظر گرفته شده و با مؤسسات مددرسان هم صحبت شده است. شخص خود جناب رئیس اداره 24 ساعت داخل اداره حضور دارند و کل مسائل را همراه مرکز شریک می‌سازند. همراه مقام ولایت، همراه دیگه اداره ها، با همانگی ریاست مهاجرین، شاروالی ولایت، لحظه به لحظه ما موضوعی که به توان ما باشه انشاءالله تعقیب میشه و رسیدگی صورت. بارندگی و سیلاب در حال مردم هرات را متضرر ساخته که روز گذشته زمین لرزه نسبتاً شدید ولایت بادغیس را لرزاند و تلفات و خسارات زیاده بر جا گذاشت. و حالا هم به چند خبر کوتاه توجه بفرمایید. سفر معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان به کابل که قرار بود امروز انجام شود لغو گردید. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد میگوید این سفر به دلیل نامساعد بودن وضعیت آب و هوایی لغو شده و قرار است در روزهای نزدیک انجام شود. با این حال گفته می شود در این سفر روی مسائل مهم از جمله مسائل اقتصادی، روابط دیپلماتیک و مشکلات مهاجرین بحث و گفتگو شود. نهاد ناظران آمریکایی میگوید از سقوط نیروی هوایی افغانستان ماه‌ها قبل هشدار داده بود. این نهاد امروز سه‌شنبه در گزارشی گفته پیش از آن که جو بایدن خروج کامل ایالات متحده از افغانستان را اعلام کند، هشدار داده بود که نیروی هوایی افغانستان بدون کمک، آموزش و نگهداری آمریکا از بین خواهد رفت. این در حالی است که با سقوط حکومت پیشین، نیروهای هوایی از هم پاشید و ده‌ها چرخبال به بیرون از کشور انتقال داده شدند. حالا حکومت فعلی در تلاش است تا این چرخبال‌ها را دوباره به کشور برگرداند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل در ایران از اولین کمک مالی بریتانیا در حمایت از پناهندگان آسیب پذیر افغان خبر داده است. طبق اعلام این نهاد بریتانیا 1,000,000 پوند برای حمایت از مهاجران افغانستان در ایران کمک کرده است. در اعلامیه برنامه جهانی غذا آمده کمک 1,000,000 پوندی اداره خارجه کشورهای مشترک المنافع و توسعه بریتانیا و برنامه جهانی غذا اجازه می‌دهد تا برای پناهندگان تازه وارد از افغانستان وعده‌های غذایی آماده را تهیه کند. این پول همچنان قرار است برای حمایت از 31,000 پناهنده که اکنون در 20 مهمان شهر در سراسر ایران زندگی می‌کنند مصرف شود. و
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث برای حدود 1000 خانواده بیجا شده داخلی در کابل مواد غذایی و پوشاک توزیع کرد. این وزارت با انتقاد از جامعه جهانی نیز گفت وعده‌های تعهد شده از سوی جامعه جهانی کمتر جنبه عملی داشته و باید این وعده‌ها بدون کدام قید و شرط به مردم افغانستان عملی شود. همزمان با این نیازمندان تاکید دارند که حکومت باید زمینه‌های کاری را برای آنان فراهم سازد. توزیع کمک برای حدود 1000 خانواده بیجا شده اینجا از سوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث. صدها نفر از نقاط مختلف کابل برای دریافت کمک ها اینجا صف کشیدند تا با دستان پر به خانه برگردند. زمان کور که در طولش با هم در پیدل هم دیخ در لحظه در خوراک نشته چیش نشته نسو که مجبوریت در طول مجبوریت سره کرا در دری میشتی سالور میشتی پا منگ آوخته ده نو کرا نشین خپل کرا غواری منگ سر یو رو پی نشته ناچاری نبود نمیمده فقط امی نانی بیگا و سبار داشتیم لانا هم خوبه یک ماهی امی کمکی که امروز دریافت کردیم شاید بیتونه ما را رفع مشکلات بکنه. کمک ها شامل برنج، گندم، روغن، کمپل، بره و خیمه می باشد که از سوی نهادهای بین المللی کمک شده است. مسئولان در وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث اما می گویند جامعه جهانی در قسمت رسیدگی به مردم کوتاهی کرده است. یعنی آنچه که گفتن یا وعده دادن کمتر عملی شده است. فیلحال خود در دنیا داد خبر چه دا شرک مطبوعاتی دا عملی جامعه دومر نسل کادوی شوایی نشت تر اوش پوری دا جهان سخف دومر زیاد پیمانه شای ندیر آغلی و همچنین گفت که آمارهای نشر شده از سوی نهادهای بین المللی نیز در راستای فقر مردم افغانستان بیشتر جنبه خبری دارد تا واقعیت عینی. با توجه به تمامی این موارد باز هم خواست نیازمندان این است که حکومت زمینه های کاری را برای شهروندان فراهم کند. کاروبار پیدا شد زمینه یا دیکانی یا یک پا امریکا جوش یا پل جوش ها سراغ جوش ها که مردم در سر کار خود شما مردم خوش میشه در یک چیزم کم میشه. با این همه انتقاد بسیاری از شهروندان عدم شفافیت و نبود میکانیزم مشخص در توزیع این کمک هاست. حاجی صدیق مهمند در مراسمی به عنوان رئیس جدید اتاق تجارت قندهار تعیین شد. تاجران قندهاری در مراسم معرفی او ابراز امیدواری میکنند که پس از این وضعیت تجارت بهبود یابد. مسئولین اتاق تجارت قندهار میگویند تنها در سال گذشته 199 هزار تن مواد خوراکی به ارزش 300 میلیون دلار از این ولایت به خارج از کشور صادر شده است. آنان امیدوارند تا پس از این نیز میزان صادرات همچنان رشد داشته باشد و کاهش پیدا نکند. این روزها اوضاع نامعلوم سیاسی وضعیت تجارت در افغانستان را شکننده تر از قبل ساخته است. بسته بودن دهلیزهای هوایی، منجمد ماندن دارایی های ارزی افغانستان، مشکلات ترانسپورتی و محدودیت های بانکی از موارد برشمرده می شود که عرصه را برای تاجران دشوار کرده و دنیا جنگ اقتصادی را با افغانستان در پیش گرفته. متاسفانه چې دنیا اوس د یو نوی جنگ په درشل کې د افغانانو سره جریان لري چې هغه سیاسي او اقتصادي ستونزه ده. در اینجا ولایت قندهار و در مراسم معرفی رئیس جدید اتاق تجارت این ولایت تاجران ابراز امیدواری میکنند که مرزهای زمینی و دهلیزهای هوایی دوباره فعال شوند تا تجارت دوباره جان تازه بگیرد. و گفته آنان قندهار با داشتن میدان هوایی بین المللی و هم مرز با پاکستان شرایط مساعد را برای تجارت دارد. انشالله امید لرو چون هیچ وقت به ندر آقایه اقد اگه څو ورځې چې مشتاسي دلته د جنگ په حالت کې او د انتقال قدرت کې دي هغه افته ود بیا په برکه ونیولې نور دغه نه دی راغلی پکښې کې انقطاع په اصطلاح یا قطع روابط نه دی راغلی شان په هغه سلسله منظم او په ډیره کچه روان. با این حال پس از روی کار آمدن حکومت جدید در کشور تا کنون 50,000 تن میوه خشک و تازه و سبزیجات از این ولایت به خارج کشور صادر شده است. وزیر خارجه آلمان بار دیگر حضور سنگین نظامیان روسیه در نزدیکی مرز اوکراین را تهدیدآمیز و نگران کننده خواند.
او به مسکو هشدار داد که هر گونه تجاوز بر اوکراین بهای سنگینی را بر روسیه تحمیل خواهد کرد. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو پیشنهاداتش را برای حل این تنش‌ها به کشورهای غربی ارائه کرده و حالا منتظر پاسخ آنان است. اوکراین اخیراً به محور تنش‌ها میان غرب و شرق تبدیل شده است، کشوری که این روزها تردد دیپلمات‌های غربی‌ها به آن افزایش یافته. و تازگی وزیر خارجه آلمان نیز از کیف دیدن کرد و در نشست مشترک خبری با همتای اوکراینیش با رسانه‌ها سخن گفت. این مقام بلندپایه آلمان ادامه حضور نظامیان روسیه در نزدیک مرکز اوکراین را تهدید آمیز خواند و از حمله احتمالی روسیه بر اوکراین هشدار داد. میگوید دیپلماسی یگانه راه برای حل بحران کنونی اوکراین است. هر گونه تجاوز روسیه بر اوکراین بهای سنگینی در پی خواهد داشت. ما بارها بر آن تاکید کرده ایم. ما آماده گفتگوی جدی با روسیه هستیم، زیرا دیپلماسی تنها راه برای حل وضعیت خطرناک فعلی است. اخیراً طرف‌های اصلی این تنش‌ها یعنی آمریکا، ناتو و روسیه میز مذاکره را هم بد تجربه گرفتند. گفتگوهایی که نتایج ملموسی در قبال نداشت. حالا سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید امیدوار است مذاکره اخیر میان آنان و غربی‌ها یک بار مصرف نباشد. لاوروف گفت مسکو یک ماه پیش پیشنهاداتشان را به جانب مقابل فرستاده و حال منتظر پاسخ آنان است. ما سیاست خود را بر اساس چه اتفاق میفتد نمی سازیم. ما قاطعانه انتظار داریم که به پیشنویس توافقنامه روسیه که به ایالات متحده و ناتو تحویل داده شده است پاسخهای مشخصی را دریافت کنیم. اوکراین نیز از پیشرفت مذاکرات چندان امیدوار به نظر نمی رسد. وزیر خارجه این کشور می گوید روسیه در حال فاصله گرفتن از دیپلماسی است. تنها چیزی که ما نیاز داریم تمایل روسیه برای کار با حسن نیت در قالب نورماندی و هم در گروه تماس سه جانبه است. با این حال قرار است کشورهای غربی و روسیه مذاکراتشان را در مورد حل بحران اوکراین و امنیت اروپا در آینده از سر بگیرند، اما زمان مشخصی را اعلام نکردند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است فردا به مسکو سفر کنند. سخنگوی دولت ایران هدف از این سفر را بهبود توسعه روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور گفته است. قرار است آقای رئیسی در سفرش به مسکو بر علاوه دیدار با ولادیمیر پوتین در پارلمان روسیه نیز سخنرانی کند. کرملین نیز با نشر اعلامیه سفر رئیسی به مسکو را تایید کرده و گفته که رهبران دو کشور در موارد مختلف از جمله پیرامون برجام صحبت خواهند کرد. ارتش یمن اعلام کرده که میدان‌های هوایی دبی، ابوظبی و یک پالایشگاه نفت را در امارات متحده عربی هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است. مقام‌ها در امارات متحده عربی تایید کرده که در این حملات 3 تن کشته و 6 تن زخم برداشتند. از سوی هم سخنگوی ارتش یمن این حملات را در تلافی حملات ائتلاف عربی بر رهبری عربستان سعودی علیه یمن خوانده است. در همین حال وزارت خارجه امارات این حملات را تروریستی خوانده و گفته این حملات بی پاسخ نمی ماند. و حالا هم وضعیت آب و هوا. کابل ابری با احتمال بارندگی 4-5، بامیان برفی -2-13، جلال آباد نیمه ابری 13-5، غزنی نیمه ابری 2-11، قندهار آفتابی 16-2. قندوز نیمه ابری با احتمال بارندگی 8-3، لشکرگاه آفتابی 18-3، مزار شریف نیمه ابری 9-2، نیلی نیمه ابری 4-8، هرات آفتابی 11-1. اسلام آباد نیمه ابری با احتمال بارندگی 12-8، تهران آفتابی 9-0، دبی نیمه ابری 24-20، دهلی نیمه ابری 17-11 و مکه آفتابی 24-16.
روی دوباره با سرخط مهمترین خبرها. جان باختن دست کم 28 نفر بر اثر وقوع دو زلزله مرگبار در ولایت بادغیس. در نتیجه این زلزله 1000 خانه نیز تخریب شده است. حدود 700 الی 1000 خانه تخریب شده و 28 نفر شهید و زخمی شدند. نخستین کمپاین سراسری واکسین پولیو در سال 2022 میلادی قرار است در فرجام این کمپاین نزدیک به 10 میلیون کودک زیر 5 سال واکسینه شوند. در این کمپاین قرار است 9.5 میلیون طفل های زیر 5 سال در 31 ولایت واکسین شوند. و پافشاری آلمان بر حل تنش‌های اوکراین از طریق مذاکره و دیپلماسی. مسکو اما میگوید مذاکرات نباید یک بار مصرف باشد. ما سیاست خود را بر اساس چه اتفاق میفتد نمی سازیم. ما قاطعانه انتظار داریم که به پیشنویس توافقنامه روسیه که به ایالات متحده و ناتو تحویل داده شده است پاسخهای مشخصی را دریافت کنیم. بینندگان عزیز و ارجمند، این بود اهم خبرها تا این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شب خوش، خدا نگهدار.